با عرض سلام درود و شما بینندگان و یک گرامی دوستای که همیشه هم روی ما هستیم. دوستان عزیز، امروز خواستیم یک برنامه ثبت کنیم از سری برنامه های کوچ از پرژین زرمات میباشه دوستان عزیز، و خواستیم با یک از فامیل هایی که تازه از کشور افغانستان به کشور آلمان آمدن در یک از ایالت های آلمان، ایالت شوریزی بارشته، و میخواییم همراهشان صحبتی داشته باشیم در مورد مشکلاتی که از افغانستان تا به آلمان داشتن و همچنین خاطرات زندگیشان و ای که چه هدف هایی میتونن در آلمان، یعنی پلان اینا چیه در آلمان و چه هدف هایی برسن انشاءالله. ممنون میشم از شما که همراه ما در برنامه باشین و تا آخر برنامه ما با درود و سلام دوستان گرامی رسیدیم به خانه یک از عزیزانی که میخواین همراه این صحبتی داشته باشین و بودایی که به خانه باشن. صدای زنگ اینا که خیلی بلنده. خب البته بوده سلام خسته نباشید، شما هم خسته نباشید، ولی خواستم مهمان خانه شما باشم و همچنین بینندگان عزیزم همچنین مهمان خانه شما هستم. خیلی اگه صحبتی داشته باشید تشکر. خوش اومدین دیدی که خانه فقیر اگر آلاوار شدیم جان سباس بزرگوارم. دوستان نهایت گرامی، به اتفاق شما میریم به خانه آقای صداد، یک از افغانهای ما که تازه در کشور آلمان آمد. خب دوستان نهایت گرامی، آمدیم به خانه آقای صداد، یک از افغانهای ما که خانه را مثل کلتور افغانستان هم نرینچه به گفته ما و شما یا رو زمین نشستن و همچنین کاوچین هم جور کردن که بسیار شیک، بسیار با سلیقه، و همچنین ما افتخار میکنیم که در هر جایی از کشور یا در هر جایی از کشورهای همسایه هم باشن همچنین کلتور افغانی همیشه دارم و احترام خاصه به کلتور افغانی همه ما افغان ها دارم. کریم صاحب عزیز، بازم خوش آمدین. دلتان طرف اروپایی میشینین یا طرف افغان وطنی؟ زنده باشین، تشکر. خانه خودمانه طبقه که گفتیم به کلتور افغانستان خودمانه آقای صداد ادامه دادم و همچنین مثل کلتور افغانی همون مدل افغانستان جور کردم، ولی خب طبعا در افغانستان کوچ اینا هسته. خب ما کوشش میکنیم سمت کوچ بشینیم. تو شما خدا راحت احساس میکنم براتون چای میارم که تو کلتور وطنی ما شما سر چای هستم، چای براتون میارم با ما شما هستیم. دوستان نهایت گرامی، ما خیلی خوشحال هستیم که یک از افغانهای ما که با مشکلاتی که در افغانستان واقعا فعلا میدانید زیاده توانستن به کشور آلمان همراه اعضای فامیلشان، چون که آقای صداد کسی بودن که با نیروی خارجی هم فعالیت داشتن در افغانستان آمدن، و ما خوشحال هستیم که فعلا در یکی از ایالتهای آلمان شوریزی بولشتاین و دولت کمک های برای از اینا کرده، مثلا تا برای از اینا خانه داده، اولادای اینا مکتب رفتن، خود اینا دارن درس میخوانن، و سوالات دیگه در بین برنامه ما از آقای صداد داریم که حتما از اینا میپرسیم، و شما دوستان نهایت گرامی را حتما در این برنامه همراه ما هستیم، ما را همراهی میکنیم، و ممنون از شما که تا آخر برنامه همراه ما باش. قربان دست شما، خیلی زحمت کشیدین. شما شکر از شما. آقای صداد صاحب، بیام اینجا که همگاه شما صحبتی داشته باشیم. آیم کنار کن میشین که نزدیکتر خوبتر بسیار علیه بفرمایید. دوستان آیت گرامی، طبقی که در تصویر میبینیم آقای صداد یک از جوانانی که خواستن مشکلاتی که وجود داشته تا توانستن به آلمان برسونن خودشان و همچنین همراه فامیلشان زندگی میکنن. خب ما کوتاه از آقای صداد میخواییم که خودشان رو معرفی کنم. شاید ادهی از شما عزیزان اینا رو بشناسیم، شاید ادهی نشناسیم، و ما خوشحال میشیم که خودشان رو معرفی کنم. سلام و احترام و حرمت خدمت شما کریمی صاحب عزیز و همچنان بیننده هایی هست که از طریق شبکه های اجتماعی ما رو بیننده هستن. سید اسلام صداد هستم، 32 ساله، از ولایت قندوز، دیگر تازه به آلمان آمدیم. دیگر جا دارد که از شما تشکر کنیم و جا دارد که از احساسات بشر دوستانه ملت دوست دولت فدرال آلمان سپاس و اطمینان کنیم که در برابر مردم افغانستان بسیار
شجاعانه، بسیار محکم، یعنی بسیار تو منظم بودن و امرایشان تا اینکه با یک پروسه بسیار عالی، با یک پروسه بسیار شفاف، بسیار پروسه شفاف کسایی که امرایشان در 20 سال اخیر در حکومت جمهوری امرای از یا همکارای محلی بودن و یا سکتورهای خصوصی اینا را موفقاتانه به آلمان انتقال کردن که بعض از کشورها همچون کار نکرد، ما شما شاهدش بودیم. باز هم خوش آمدین. سلامت باشین. آقای استاد گرامی، طبقی که خیلی از بینندگان هم مایل هستن بدانن از شما، آیا مجردیم یا فامیلی و یا ای که چند تا طفل داریم؟ اگه در این زمین هم خوش برای ما بدیم میتر خب. یا خوشحال میشیم. الحمدلله ازدواج کردیم، دیگه صاحب 4 فرزند هستم. ما که از افغانستان میامدیم 3 دانه فرزند داشتم، 2 بچه و 1 دختر که ما دوامانه وطنی خود میگیم. یک فرزندم خداوند آلمان نصیب، ما که از صاحب 4 فرزند هستم فعلا و جمعیت فامیل ما 6 نفر است. دیگه از آمدن ما به آلمان حدود 1 سال و 5-6 ماهی میشه. اوکی. در شما در پروسه تخلیه به آلمان آمدین، درسته؟ و ای که خیلی از هموطنان ما میگن پروسه تخلیه از ما پول شاید بگیره، یا که پول گرفته، یا که اصلا کسی پول گرفته، چنین چیزی وجود داشته یا که نه اصلا؟ خب این پروسه ما قسمی بود که اصلا ما به فکر خیالش نبودیم. بعد از سقوط جمهوریت به دست گروه طالب دیگه ما مصروف کار روزمره خود بودیم که من دکان خوراکه داشتم. همزمان که سقوط کرد، چند ماه بعد برای من یک زنگ آمد از وزارت دفاع. دیگه او کسی که پشت تلفن بود به من گفتن که من ترجمان نظام هستم، از گرفت بردن نام خود خودداری کردم. دیگه و به من گفتن که شما فلان و فلان هستین. گفتم بله. گفت شما میتونید که به آلمان بین، پاسپورت های خود را جور کنین، ترتیب کنین. باز ما کوشش کردیم، پاسپورت های خود را بسیار با مشکلات در حکومت طالب به دست آوردیم و دیگه ما آمدیم. مگر ما هیچ پولی مصرف نکردیم، از جایی که به ما گفته شده بود تا جایی که ما را آوردن که اسلام آباد، از اسلام آباد که ما پرواز کردیم آمدیم آلمان. دیگه ما اصلا هیچ پولی مصرف نکردیم و به کسی پولی هم ندادیم. دیگه یک چیز ما ندیدیم. چیزهایی که مردم میگن که مثلا در قبل پول، پس یک شای پرانی میباشه، درسته از نظر شما؟ خب ما گفته نمیتونیم چون خارج از آلمان یا افغانستان، پاکستان، ایران کشورهایی هستن که به خود شما بهتر معلوم است که اوجه هر چیزی امکان داره و بهانه های مختلف با پولشویی یا بخواین که جیب کسی را ببرن که ما شما بهتر از جیب بری بگیم یا فکرشون بنابرای که ما شما را این آن وعده‌های خام میتن و پولشون میگیرن. ما هم شاهد از این هستیم، دیدیم در رسانه ها، در فیسبوک ها، در تلویزیون ها، اما شخصا خود ما با هم چه اشخاص مقابله نشدیم. و از هموطنان عزیز خواهش مایی است که لطفا فریب مردم را نخورین که ملت مظلوم افغانستان سال هاست که همچک زیر مشقت زندگی کردن، بعد از اینجا باید دیگه کس استفاده کردن اتون از این. بسیار عالی. آقای استاد، شما گفتیم بر علاوه که با نظامیان آلمان فعالیت داشتیم، دکان یک دکانی هم داشتیم که مثلا روزهایی که بیکار بودیم مصروف دکان بودیم، و این که در مجموع چند سال شما با نیروهای خارجی فعالیت داشتیم از اول تا آخر؟ خب بسیار سوال خوب بجا. دیگه ما سال 2011 امرای آلمان قرارداد کردیم که قبل از اون در شرکت ساختمانی بودم، به پیارتی میرفتیم و میامدیم پیارتی قندوز. دیگه سلسله مراتب یا خواست خدا بود کم کم که موجه، چون با چند نفری که بلد شدیم، باز ما سیوی انداختیم پیش آلمان ها، دفتر اداریشون دیگه سیوی ما را پذیرفتن، ما را قبول کردن. دیگه سال 2011 تا ختم 2013 ما همراه آلمان ها بودیم، مدل 3 سال کم بیشتر ما بودیم همراهشون تا 2013. بعد از 2013 دیگه چون وظیفه پیارتی اوجا ساحت جمع شد، تخار، قندوز، بدخشان هم آمدن به کمپ مرمول مزار. دیگه باز ما یک سال کمونیمتری قندوز بودیم، بعد از رفتیم قندهار افغانستان در صفوف قوای مسلح، نظم عامه، خدمت وطن، خدمت مادر. دیگه یک چند سالی را ما در قندهار بودیم. در انتخابات اخیر اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله که وطن ازم پاشید و دربدری زیافتر شد، ما هم وظیفه را رها کردیم و چون خانه تنها بود نمیشد، دیگه آمدیم خانه بغلک از دکانی را فعال کردیم و
مشغول دکانداری شدیم و به کار روزمره. بسیار عالی، بسیار عالی. بیننده‌های نهایت گرامی، ما این سوال گفتیم به خاطر از اینکه شما دوستان فکر نکنین که آقای سادات جزوی از نیروهایی نبوده که جانش در خطر بوده، بلکه اینا کسی بودن که جانشان در خطر بوده و نیروهای آلمان اینا یا که کسایی که با آلمان ها کار کردن اینا را خواستن به کشور آلمان بیارن که برای آینده بتوان آینده خود بسازن. آقای سادات، شما از لحظه‌ای که وارد کشور آلمان شده، خود طبعاً در کشور فکر که شما را نمی‌شناسید، کشور بیگانه در قسمت کلتور و رفتارها و مشکلات خاص خود خورد داشت، میتونیم که کمی کوتاه قصه کنیم از اینکه بعد از اینکه شما از پاکستان وارد کشور آلمان شدیم و اینکه چه پلانی داشتیم، یعنی چه هدفی داشتیم، چی فکر میکردیم که چه اتفاقاتی به زندگی شما در آلمان میفته؟ چون شما فعلا در یک خانه زندگی میکنید که خیلی شیک، خیلی لوکس میباشه که باز ما به تصویر میکشیم برای دوستان، خب طبعا این نبوده. شاید شما دوران کمپ رد کردیم، شاید کمپای مختلف رو طی کردیم تا اینجا رسیدیم. اگر کمی کوتاه در این زمینه صحبت کنید. این سوال شما جا داره که یک دو نکته دیگر ما باتون اشاره کنم. اصلا چون ما باب خیالش نبودیم که بیم آلمان و بالاخره گپ کشید به اسلام آباد، چون ما از اسلام آباد آمدیم. ما در اسلام آباد همراه خانم ما، چون یک مطلب ما شما داریم که میگه بی پیر مرا به خرابات هرچند که سکندر جهانی، ما همراه خانم خود مشوره کردم و اتم حال فکر کردیم آلمان، چون پاکستان و آلمان دیگه در مسیر هستیم، چی پلان چی کار. بعد از که ما آمدیم وارد آلمان شدیم، راستی خدا خیلی مشکلات ما دیدیم، چون هوایی هم آمدیم بسیار با سهولت آمدیم. بازم تشکر میکنیم از دولت فدرال آلمان. اما چون ما که اینجا تازه آمده بودیم، ما در دوسلدورف در یک هتل بودیم یک دو هفته. بعد از دو هفته ما را انتقال کردن یا در باگزیگبرگ، یک از شهرهای نزدیک است که شما دیدین، و اونجا دیگه یک تست که از خانوم و از ما گرفتن، از کلی گفتن که خانوم ما کرونا است. و دو هفته خانوم به حساب کرونا، دو هفته فرزند کوچیکم که علی جان بود، او به خاطر کرونا یک مرد ما در کمپ ماندیم و واقعا کمپ ها خو جای سختی خلا داره که دیگه تونسان گفته نمیتونه که چرا کم، چون یک یک دم آلمان اقدام کرد و این همه نفر که آورد به خاطر کم بود جای سخت دچار شده بود، ما را در کمپ ها بردن. از اونجا بسیار با قدر، بسیار با حرمت خیر ببینن کسانی که کارمندای اوجا بودن، به ما بسیار احترام کردن، بسیار خوبی کردن بعد ما، و ما را گفتن که شما بالاخره میرین که کاغذ تکسی را با ما آوردن که شما در اونجا میرین که ما رسیدیم اینجا. بعد از اینکه در شهر ما آمدیم، تقریبا حدود چیزی کم یک سال و کمتر دیگه، کمتر در که از های ما بودیم که به شما بهتر معلوم است که آشپزخانه مشترک میباشه و سه چهار فامیل گرد در یک دهلیز دراز، مثل سمو بلاک های قنده ها را میشه با یاد ما میامد که از در ما برامدم دیگه. بعد از او دیگه یک جان سپاس، ما اول از شما سپاس گذاری کنیم که خودتان با کوشش شما بود که خانه اول که با ما گرفتین، که حالی که دوما خانه گرفتن دوستو خیلی مشکل است. از برکت کریمی صاحب در یک روز ما دو خانه گرفتیم، یک خانه را یک ذره سیستمش خرابتر بودن، ما برای هرچند میخواستم ترمیم کنم یا گفتن که نیه بسیار مشکل دارن، باز دو ساعت بعد ما را به این خانه آوردن و این خانه هم دیگه چیزی هست که شما خودتون به تصویر میبینین. سلامت باشین، من وظیفه خود انجام دادم، من افتخار میکنم به رفقا خوبتون رو کمک کنم. آقای سادات، در قسمت از اینکه شما داخل کم بودین، چون خیلی از بچه ها میخوایم یا عزیزان ما که بیرون از افغانستان هم میخوایم بدانن هایم چیه. دوستان، هایم کمپ هاییه که تعداد زیادی از فامیل ها میتونه 50 فامیل، میتونه 100 فامیل با هم دیگر زندگی کنن که توالد، حمام، آشپزخانه، همه چیزشون مشترک میباشه. خب ولی بخش زنها فرق میکنه، بخش مردها فرق میکنه. کمپ های ابتدایی است، یعنی کمپ هایی که فقط شما تازه وارد کشور آلمان میشین، بخش ماینات و همچنین میگیم که تا پروسه زندگی قدم به قدم پیش بره. این در قسمت کمپ هایی که یا هایمایی که آقای سادات صاحب گفتم، و همچنین ای که آقای سادات صاحب در این شهر هستن، در یک از شهرهای شلوزی بولشتین دارن زندگی میکنن همراه اعضای فامیل. خب باز ما از دیگه سوالات از آقای سادات دارین که از اینا میپرسیم. ما یک پوزی میکنیم دوستان که چای بخورین، چون چای ما یخ کرد. ممنون از شما در قسمت چای. آقای سادات عزیز، شما در بین صحبت های خوب گفتیم که خب طبعا در آلمان مشکلات خاصی هست تا بتونه انسان از مراحل کم بیرون بشه، چون آسان نیست که از مراحل کم شما بیرون شیم. جلوتر از اینکه شما مراحل کم به تهیه کنیم، خب طبعا شما در قسمت آیدی کارت، کارت بیمه، کاغذهای مکتب، مثلا در قسمت دکتر و غیره شاید شما مشکلات خاصی داشتیم. خب میشه در قسمت از این صحبت کنیم که بعد از اینکه شما به کمپ مادر، یعنی کمپ بزرگ شما را آوردن نیروهای خارجی، و بعد شما وارد کمپ
کمپای 16 ولشتین شدیم که بعداً باز یک مرحله دیگه طی کردیم و شما ترانسفر شدیم به شهرهای مختلفی که در 16 ولشتین وجود داشت. خب از اونجا چی شد؟ چون خیلی از عزیزان میگن مثلا ما منتظریم 5 ماه 6 ماه شده هنوز کارت بیمه ما داده نشده، یا هنوز برای بچه‌ها ما مهدی کودک یا کودکستان داده نشده، یا صنف برای ما داده نشده، یا اصلا برای مطالعه کسی در قسمت کمک های پول منظور منه مثل جاب سنتر و غیره برای ما کمک نکرد. خود در این روند مگه میتونیم کوتاه توضیحات بدیم؟ چون خیلی از اون مایل هم بدن. خب کریم سیبلز با خود شما بهتر معلوم از زندگی در آلمان بدون شک مشکلات خود داره، تا چند وقتی که ما زبان و فرهنگش بتونیم مخته و بلد شویم امروش، واقعا مشکلات خیلی زیاد است، چون کلتور فرهنگ تقریبا بیگانه است کسی که پیوتن. بازم شکر که شما هستین و که همکاری ها که با ما داشتین. انسان باید مشکلاتش خودش باید تحمل کنه و کم کم پیش بره، که یکی از مشکل اساسی زبان است که زبان باید خوبتر خودش یاد داشته باشه. و در رابطه و پول و کارهای کارت بیمه و ماش و این چیزهایی که از طریق جاب سنتر با ما لطف میکنن، خب کل کارهای ما از طریق شما و همکارهایتان سپری شد که به خودتان بهتر معلوم است که ما آمدیم در ظرف یک و نیم ماه آسوایس یا کارتای هویت ما به دست ما رسید. قبل از او به ما کارتای بیمه رسید توسط یک کاغذ که امو کاغذ خودش جوابگوی کارت بود، او را میبوریم و ترمین دکتر و همه را. خب کم کم سلسله تا که ما جو هفتیدم و دیگر در اینجا که آمدیم جا با جای شدیم، نوبت به کودکستان و یا کندگاردن که رسید. بازم شما بودین با دوستا که همکارایتان که زمینه ای را با ما مساعد ساختین، چون ما نمیتونستیم با او صحبت کنیم. فرزندایم شکر دوتاش در کندگاردن میرن میان، سید ارفان جان فرزند بزرگم و مرحمه جان دخترم دوش فیلند کندگاردن یا کودکستان مهدی کودک میرن میان. و ای که زندگی در آلمان و در کمپ مشکلات خود را داره، ایل هر کس که اینجا مالا خودش میدانه دیگه، همه مشکلات داره. از لحاظی که ما میبینیم بازم الحمدلله آلمان مسجد است، در هامبورگ مسجدهای بزرگ است، مسجدهای افغانی است، مسجد ترک است، و در شهری که ما هستیم الحمدلله اینجا مسجد است، ما نمازای عید خدا و یا نمازای جمعه خدا پنج وقت نماز میشه که رسیده ای کرد، چون بر اساس برای که مردم مشکل داره و کار رو نمیتونن، اما نماز هست، نماز عید و نماز جمعه مردم در مسجد میرن. و آنبورگ شکر قبلا که گفتم خیلی مسجدهای بزرگ، حتی دو منزل سه منزل بالا و پایین و ته کویر همه چیز داره. دیگه جایش هست که از دولت فدرال آلمان سپاسگزاری کرد که دین اسلام و یا مسلمانایی را که از سوریه، عراق، افغانستان، ایران، فلسطین، از سایر کشورهای مسلمی که اومده، خصوصا ترکیه که بیشترین مردمشون است، برای از یا یک زمینه محبت، انس، همدیگر پذیر مساعد کرده که به نام ما شما مسجد میگیم، که فرض مثال میریم در مسجد ما که دیگر دیدار میکنیم میایم و چیزایی که گفته میشد که ما میشنیدیم با چیزایی که اینجا میبینیم فرق میکنه. الحمدلله کسانی که مسلمان باشن در هر شرایط در هر جای، او مسلمان است، خداوند در هر جای است، با ما خاک فرق نمیکنه که اگر خاک آلمان است یا افغانستان، با ما فرق میکنه که فعلا آلمان هم مثل خاک افغانستان با ما حق مادری دارن. بسیار عالی آقای سادات صاحب، شما در قسمت ای که گفتیم در قسمت هر کس که دین خود داشته باشه در کشور آلمان، خود طبعا کشور فدرال هر کس میتونه دین خود داشته باشه، هیچ کس به دین کسی توهین نمیکنه و کسی هم به کسی کاری نداره در حقیقت. خب بله، خب همیشه شایع پرانی های هست که مردم در پشت زمینه صحبت میکنن، خب ما به اونا کاری نداریم. در قسمت بعدی خب به طور نرمال طبق که شما با غذاهای آلمانی و اینا در آلمان که تازه آمده بودیم، خب شب برای شما کمی دشواری خاص داشت، اما فکر میکنم در شهری که شما زندگی میکنین چندین تا مغازه یا سوپرمارکت کلان افغان وجود داره و عرب و دیگه از دیگه کشورها هم هسته. آیا شما بیشتر مواد غذایی خود رو از این دکان ها یعنی تهیه میکنیم، یا کنی مجبور هستیم چندین کیلومتر رو بریم از هامبورگ بیاریم؟ چون هامبورگ هم خوب بدانیم که یک از شهرهایی که جمعیت مهاجرین آنقدر زیاد است که بعضی ها میگن هرات کوچک و بعضی ها میگن کابل کوچک، چون هر چیزی که بخوایم هست. آیا شما از اونجا تهیه میکنیم یا از این شهری که فلان زندگی میکنیم؟ خب از غذای وطنی گفتیم، باز ما روزایی را که سپری کردیم به یاد ما میاد، چون از پاکستان تا به آلمان که آمدیم ما حتی غذای هواپیما تیاره هم قدر
با تب دل ما نبود چون ما امرایش بلدت نداشتیم و نمیخوردیم، بچه هم اتو نمیخوردن. آمدیم دیگه که از دوستا خیر ببینن، چون ما دوستو درفتا شدیم، یک دیسی بسیار بزرگ قابلی و منتو همه چیزا با ما آورد، نشان دادن که نه همینجا من سال هست، همینجا میلن میشه که پیداش کرد. خب اینجا غذایشون با غذای ما شما طبعا فرق میکنه، چون کلتور و فرهنگش که فرق میکنه، غذایشون فرق میکنه. اینجا بسیار اوتلاشون مثل دونر و ایتو گپای بسیار کوچک است و افغان هم الحمدلله اوتلای بسیار بزرگ دارن، رستورانتا دارن، همچنین دکان های افغانی ما که شکر در شهر ما سدنه دکان بود نانوایی داریم و یک دکان ترک است و یک دکان عرب است. در پالوی تمام فروشگاهی که از جرمن هستن سه دانه دکان افغانی داریم ما، از گوشت حلال تا برنج و هر چیزی که ما خواسته باشیم اینجا پیدا میشه، زعفران هر چیزی که بخواین مشکل ندارم. مشکلی است که در دیگه شهرها نیستن، در واقعیت مثل منشان و بعض شهرهای دور که دوستای ما امروی ما با تماس هستن، در جای های بسیار بدی افتیدن دوستای ما که با ما بودن، حتی دو ساعت منتظر بوس میشینن که اینا بخواین با یک شهر خود برن یا با یک ترمین خود برن، باید دو ساعت یا منتظر بوس بشینن، یک ساعت در بوس منزل کنن، بسیار با مشکل. باز شکر ما در داخل شهر هستیم، شهری که خودتان میبینین، واقعا یک شهر زیبا، یک شهر کوچک، دیگه نزدیک هامبورگ ما فکر میکنیم که هامبورگ هستیم و همه چیز خودمون از همین شهر هم از همین فروشگاه تهیه میکنیم و کدام وقت به خاطر چکر و تفریح اگر هامبورگ رفتیم، چون گوشت اونجا تازه تر است، باز از اونجا میگیم. بسیار دوستان عزیز گرامی، آقای سادات در بین گفتار گفتن که بله، بعضی از فامیل های هستن که دو ساعت یا یک ساعت منتظر میشینن یا منتظر میمونن تا ملی بس یا بوس به آلمانی یا بس انگلیسی تا که بیای اینا رو به مکانی که میخواهند ببرن. بله دوستان، به خاطر از اینکه کشور فدرال آلمان خب نه تنها شهرها بلکه اطراف شهرها میباشن، خب به این حالته که اکثر عزیزان داخل شهرن و بعضی از عزیزان در اطراف خانه دارن یا که همو دفتر یا همو کسی که مسئولیت پروندهشان داشته اونا رو در اونجا منتقل کرده، به خاطر از اینکه در تمام منطقه های آلمان افغان ها، نه تنها افغان ها بلکه تمام مهاجرا وجود دارن و این که اکثر دکان ها مثلا در مونشن گفتن بله، در خود مونشن یعنی در بازار مونشن، یعنی در مثل از اینکه شما در خود کابل باشه، خب طبعا اونجا زیاده اکثر چیزا، اما در اطراف کمی کمتر میباشه. آقای صادق عزیز، در قسمت از اینکه شما گفتین بچهای شما مهد کودک یا همو کیندرگاردن میرن، چون در آلمان میدونین که پیدا کردن کیندرگاردن یا مهد کودک بسیار دشواره، این چطور شد که شما در همین مدت یک و نیم سالی که فعلا یک و نیم سال میشه در آلمان، همه کارا شما دا به خدا پیش رفته؟ مثلا نگاه کنه شش ماه بگویم، در شش ماه بیشتر نشه که اول باقی در شش ماه اول پیش رفته، چون خیلی از شما بعض وقتا میایین خودتون در دفتر میگین که مثلا دوستم تو حالا تا نمیفهم چیو درست نشده چیو درست نشده. این شانس شما نه، یا ای که نه، این ایالتی که شما هستین بیشتر مهاجر دوست داره. خب اینجا به گفت همین جرمان ها میگیم ماش مال دیگه، به شرط که آدسون اگه قانه باشه. خب من چون من خوش شانس هستم شانس رد نمیکنم و ای که شما هستین دیگه، بازم سپاس از شما. واقعیت کندگاردن یا مهد کودک کودکستان پیداشتنش خیلی مشکل است، حتی خود آلمانی ها ماها منتظر میباشن تا که یک مهد کودک بتونه که یورا امیلشون جواب بگوین که یا بتونن فرزندانشون بره. اما شکر خدا بازم با موجودیت کریمی است که لکنور مو بود، پیش از شش ماه همه چیز فراهم شد دیگه. ابتدا دخترم بالا و پسرم دمو که یک جای کندگارن ده کندگارن میرن میان و ای کسایی که ما با امروشان با تماس هستم وقت خیلی مشکل دارن، اصلا بعضی هاشان تا شش ماه هفت ماه هشت ماه تا تا هشت ماه از واسهشان نامد که برای ما ده کنی ما دو ماه آمده بود دیگر. این تیگ مشکلات واقعا خدا داره، به حساب کندگاردن مهد کودک خیلی مشکل است. آلمان دیگر واقعا چون نفوسشون زیاد است و به خاطر درس تعلیم هم بسیار کوشا هستن دیگر، با خیلی مردم با مشکل سر میخورن، با مشکل سر میخورن. دوستان نایت گرامی، بله طبق که آقای سادات گفتن در آلمان بعضی از پروگرام ها یا برنامه های کمی میتونه مثلا دیرتر آدم موفق شه طور به دست بیاره، به خاطر از اینکه ازدحام مهاجرین نام خدا زیادترن و همچنین آمادگی هم اینا کمتر دارن. مثلا شما در آلمان اگه خواسته باشی به خانه به دست بیاریم واقعا دشواره، خیلی باید شرایط سخت رو پشت سر بگذاریم تا بتونیم یک خانه به دست بیاریم. دوستان نهایت گرامی، شما بیننده برنامه کوچ از سری برنامه های پرژنت سواد میباشیم. دوستان نهایت گرامی، بازم طبقی که
همراه ما هستیم و ادامه مصاحبه داریم با آقای سعادت عزیز که در شهر یا در ایالت شلیزی ولشتین دارن زندگی میکنن و از کشور عزیز ما افغانستان میباشن. آقای سعادت گرامی، خب طبعا شما در دوران کم خیلی از عزیزان دیدین که از افغانستان و دیگه کشورها آمدن که فعلا در کمپ‌های مختلف مهاجرن یا در شهرهای مختلف هستن، شاید اکثرشان بلا تکلیف باشن و شما چون یک از خوش شانسای خود کشور آلمان شما رو به آلمان آورده، یعنی یک قبولی خاص داریم، میتونین قبولی رو فعلا داره. خیلی آدار هستن که هنوز میتونین بگم متاسفانه قبول نشدن یا حتی وقت مصاحبه برایشان نرسیده. گفتین شما برای از اون عزیزان چیه که چی پیشنهاد برای از اونا داره؟ خب جا داره که اول ما از وطندارا یا از همکارای از خود خواهش کنم که صبور باشن و صبور را به خود اختصاص بدن. بسیار آرام آرام همه کار پیش میره. کار آلمان بسیار آرام اگر بسیار دقیق بسیار پخته است، دیگه کوشش کنین که آرام آرام پیش برین. و زمینه درس بسیار مساعد است، دیگه تا خواسته باشین شما را برتان زمینه تحصیل است درس بخونین. و از همکارای عزیز ما خواهش داریم که درس بخونن، چون ما در بعضی از خبرها دیدم که وطندارای ما یا افغانای یا سوری یا کسانی که مهاجر هستن کارهای سیاه میکنن که به شما بهتر معلوم است که در خبرها نشون شد که خیلی از وطندارای ما هم دو جمله بودن گرفتن. دیگه خواهش ما ای است که از کارهای سیاه، از کارهایی که خوب نیست، به خودشان به آیندهشان دست بکشن و کوشش کنن که درس خود را بخونن و ای که بتونن که مفید به جامعه بوده باشن. بسیار عالی. آقای سعادت عزیز، شما از هموطنان و همچنین از همکارانتان ذکر کردیم. در قسمت همکاران، خود طبعا شما خیلی از همکاران دارین که فعلا در افغانستان یا در پاکستان به سر میبرن و همچنین جانشان در خطره. درباره از اونا چی گفته ایدن؟ چون شما همیشه با اونا در ارتباط هستیم. خب واقعیت ای است که ما بسیاری تماسای دوستار بعضی وقتا چون جواب ندارم براشون ناجواب میمونم، بعد هم براشون متن نوشته میکنم که معذرت، چون ما نمیتونیم کاری بکنیم. به شما بهتر معلوم است خود ما تازه وارد آلمان شدیم و واقعا جان از واده خطر است. در ایران است، در پاکستان است، دوستای ما است، همراه ما به تماس و کسایی که به حساب نزدیک ما هستند در دفترهای مختلف فعلا هم که کار میکنن یا در رسانه هستند، از ما بسیار خواهش کردن، بسیار تقاضا کردن که یک روی حلی، یک چاره، چون من نمیتونم که کاری برای از او انجام بدم و نه کدام کاری برای شما کدام رای نشان بدم که شما ایسو برین. این کار مربوط خود آلمان میشه و ما خواهش ما از دولت فدرالی است که امو افغانایی که جانشان در خطر است، همکارای ما و یا که دیگه وطندارای عزیز ما هستن، جورنالست هستن، کسایی که میفهمن که جانشان واقعا در خطر است، دیگه اونا رو همراهشان همکاری کنن تا اونا هم بتونن که یک زندگی آرامتری داشته باشن نسبت به تشویش. بسیار تشکر از شما، همچنین که به فکر هموطنان و همچنین همکاران خواستیم. دوستان نایت گرامی، بله طبق که میدانیم متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما به خصوص کسانی که با نیروهای خارجی، فعالین مدنی و عزیزانی که جانشان در خطر خود در کشور همسایه فعلا بلا تکلیف ماندن، طبق پروسه‌ای که ماهانه 1000 نفر را باید به آلمان منتقل میشد، از پاکستان و از ایران متاسفانه مشکلات صدرایشان شده که فعلا پرونده‌هایشان استوب زده شده، که ما حتما اگر راه حل باشه حتما در برنامه‌هایی که در کانال‌هایی که داریم ما حتما برای شما عزیزان اعلام می‌کنیم که بتوانیم که پروسه تا رو دوباره روی دست بگیریم، ولی خب متاسفانه فعلا همه استوب زده شده. آقای سعادت عزیز، در قسمت از اینکه خب ما همیشه گفتم به کمپ که بودیم و کمپایی که شما بودیم، من میامدم، خب افغانای ما خیلی زیاد میباشن، هموطنان ما و همچنین از کشورهای مثل ایران، کشورهای آفریقایی، ترکیه و دیگه کشورها هم همچنین هست، سوریه و غیره. خب شما اونجی ما از ولایت‌های مختلف افغانستان داشتیم و فامیلایی که فعلا هستن و ای که یک خاطری از اون جگه به ما اختلاط کنیم، یعنی صحبتی داشته باشیم درباره از اون که چی حالت بود، چون از وطندارا یعنی از هر ولایت در کمپا داریم ما. بله خب اوجا دو حالت بود دیگه، مثل شیرین و تلخ واری. خب اوجا چون ما بودیم شکر از عراق هم همراه ما بود، داود علیزاده آشپزخانه که بودن و از 3-4 ولایت دیگه افغانستان وطندارا بودن. خوبی و جالبیشی است که ما هر شب به غذای تازه، یعنی ما یک فامیل بودیم 5-6 غذا میخوریم،
هر چیزی که افغان ها بین خود میپختن باز تقسیم میکردن برای همه و این بسیار جالب است و بسیار جای خوشی است، افتخار است، چون در هر جایی که ما هستیم دوستای ما که نامشون نمیبرم عزیز ما هستند، دیگه بسیار ما قدر داشتن، دیگه با ما احترامشون داریم هر کدامشون که در هر گوشه که هستن خداوند سلامت داشته باششون و ای که یک فضای بسیار خوب بود. مگم ای که آیم یا کم مشکلات خدا داره، جای ترخیش به اینجا است که بسیار 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 اشتکای شوخو ما را بسیار به تکلیف میکردن، اما اینجا که هست باز نسبت به با اونجا آرامتر است. شکر است. بسیار عالی. دوستان نهایت گرامی، تیمه که در صحبت ها آقای سادات به شما گفتم بله اینا خود چندین کمپ رو یا چندین هایم رو پشت سر گذاشتن تا که فعلا به این خانه که هستن رسیدن یا که دارن زندگی میکنن. خب طبعا این خانه هم که اینا فعلا دارن زندگی میکنن میپرسن که آیا از خودشان یعنی به اسم خودشان میباشه، خانه دولتیه، یعنی این خانه که فعلا دارن آیا برای همیشه هست، چی رقم میشه در این باره توضیح بدید؟ خب این خانه هم مثل خانه های آنواری و یا خانه های سوسیالی است که مربوط دولت فدرال میشه که اونا با مهاجرین به کرایه میتن و به کرایشان خودشان میتن. و این خانه هم از وقتی که ما اومدیم در حدود 4 ماه شد دیگه. خب تو ما دقیق نمیفهمیم که چقدر وقت هستیم چون که همه چیز در حال تغییر است و ما بسیار کوشش میکنم که درس خود را بخوانم، فعلا در کورس میرم میایم و بتونم زمینه یک اشتغال با خود پیدا کنم و یکی خانه زودتر پیدا کنم، اینکه من بتونم زودتر که درس یاد بگیرم با خود ما بهتر است که طولانای بعدی خود را عملی کنم. بسیار عالی. طبعا خب آقای سادات که با نیروهای آلمانی کار میکردن خب آلمانی میتونستن صحبت کنن، ولی خب حالا که کلاس میرن خب طبعا بیشتر یاد گرفتن. آقای سادات در قسمت مکتب یا صنف که میریم آیا که کدام چیز جالبه یعنی در صنف داشته باشن؟ چون خب میفهمن که صنف ها هر از هر کشوری وجود داره، کدام چیز جالب اتفاق افتاده باشه که برای شما یعنی مثل خاطره شده باشه؟ خب چرا نه، ما شکر دمی صنف هم که هستیم، ما دو نفر افغان هستیم، ما هستم یک همشهری ما که دو صنف هستم، یک 4 نفر سوری و عراقی هستم، متوقع ما اوکراینی هست. به ما جالبی است که با پولی زبان آلمانی کم کم روسی و اوکراینی رو یاد بگیرم. ما از صبحشان تا گفتارشان تا ماندن باشیشان در وقتهای پاوزه رسطی تفریح باز ما امروشون میگیم و میخندیم تا یک ما بتانم که با اوکراینی یا روسی هم بتانیم صحبت کنم. بسیار عالی. دوستان نهایت گرامی، پس آقای استاد نه تنها دو چیز میگیرن بلکه زبانهای مختلف. خواهی طبعا نرماله به خاطر از اینکه شما در یک سنف که هستیم از کشورهای مختلف هم. خب طبعا حالا فعلا چون مشکلات در کشور اوکراین وجود داره و تعداد از مهاجرین اوکراین در آلمان بی نهایت میتونیم بگیم بیشتر از مهاجرین افغان یا عرب میباشن، به او خاطر شما بیشتر به زبان از اینو بتونید در هر قسمت یعنی بشنویم و امرایشان یعنی سر بخوریم. آقای سادات در آینده پلان های شما چیه؟ یعنی چی پلان داریم برای آلمان که حالا که فعلا در این کشور آمدیم از لحاظ امنیتی جان شما امنه، از لحاظ صحت، از لحاظ بیمه همه چیز شما اوکی میباشه، هدف شما در آینده چیه؟ و همچنین ناگفته نمانه شما پیشتر که ما در پشت برنامه میتونیم بگیم پشت دوربین صحبتی داشتین گفتین که خدا هم شما طفلی هم داده، اگه در این زمین هم صحبتی داشته باشین و اسم در قدم اول تبریک باشه و دوم اسم اینا رو اگه ذکر کنه اسم طفل شما. خب ای که آلمان وقت شهری است که شهر بزنس، کشوری است که بتونی آنسان خصوص خود ذره پای کنه به شرطی که زبانش آدم یاد داشته باشه. ما کوشش کنم زبان رو یاد بگیرم، خیلی واقعا کوشش میکنم چون کورس میریم میاییم و ای که درباره آینده خب آینده بسیار دور و دراز است دیگه، ما توکل به الله سپردیم. آینده مگه خواسته بود ما خیلی تو بعد از ختم زبان پروگرامای را پتا پتا دیگه پیش خودم ترتیب کردیم، پلان کردیم، همه چیزش آماده است ای که ما بتونم مگه می فیلنم مگه با ما زمینه کار مسائل شد و چیزی که ما میخوایم من مشکل ندارم. من میخوایم من فردا با دولت آلمان مالیه بتم و من حیث یک شهروند آلمانی که ما راحت اینجا زندگی میکنیم و بتونیم راحتتر مالیه خودم دادن بازو دیگه مزه میته به نظرم. و ای که فرزند ما را شما یاد کردیم اینجا، بله فرزند ما سید عثمان جان دیگه اینجا به دنیا آمد که ما 4 فرزند دارم، سید عرفان جان است، مرحمه جان است، سید علی جان و سید عثمان جان.
اینا دیگه عثمان شکرم بی بی خورترک ماست و آینده خوشبین هستم، در باره آینده خوشبین هستم از اینکه بتونم اولادای خود درست تربیه کرده و اینکه اولادا بتونم درس خونده تحصیل کرده آینده بتونم یک چیز مفید به وطن باشم، یا به آلمان یا به افغانستان. ما که وطن میگیم و ما دیگه دو وطن است، آلمان هم جزی از افغانستان یا افغانستان جزی از آلمان. بسیار عالی. دوستان آید گرامی، آقای صدادی اکرد عزیزانی هستن که همیشه هدف دارن، همیشه کوشش میکنن که بتونم هرچی سریعتر به اون هدفی که دارن برسن، که خیلی خوبه. خیلی از افغانهای ما دارن که در آلمان متاسفانه به خاطر شرایط برن و ایجاد نشده به هدفی که دارن یا پلان داشتن نرسیدن، ولی خب خوشبختانه خدا رو شکر میگن که آقای صادق توانستن همراه فامیلشون که در کشور هستن فعلا به قدم های یعنی گام های بزرگی را بردارن و به هدف خوب برسن. بسیار عالی آقای صادق، بازم در قسمت های مختلف که ما بازم با شما برنامه که داریم و تا پایان برنامه تشکر میکنیم عزیزان که همراه ما باشن، صحبت های داریم دوستان عزیز که آقای صادق و همسر عزیز اینا ما را دعوت کردن و همچنین غذای افغانی خود ما را تهیه. دوستان آید گرامی، شما بیننده برنامه کوچ از سری برنامه های پرزنس واد می باشیم دوستان عزیز و بازم طبق معمول ما ادامه برنامه ما می باشه با آقای صادق عزیز که در کشور جرمنی ایالت شلزولشتن می باشن. آقای صادق گرامی، شما طبقی که بین صحبت ها ما با هم دیگر داشتیم از همکاران و از عزیزان یاد کردین که فعلا در کشور افغانستان هستن، بلا تکلیف ماندن و اکثرشون جانشان در خطره، در این مورد شما صحبت اگه داشته باشیم ما خوشحال بشیم. خب کریمی صاحب عزیز، زندگی در افغانستان بسیار دشوار است و طالبان تماما حقوق اساسی مردم را گرفته و هیچ کس صدای خود را بلند کرده نمیتواند. فقر بیداد میکند، مکتب نیست و حتی هیچ سهولتی و یا هیچ تضمینی به خاطر صحت یک انسان یا زنده بودن در اوجه نیست. بسیاری از دوستا با ما با تماس است چون نمیتونیم دیگه ما آدرس یا نامشون بگیریم. بسیاری عزیزا و بسیار همکارای نظامی ما که قبلا با ما در قندهار بودن همراه ما با تماس است در ایران و پاکستان و یا خود افغانستان است، اینا خیلی مشکلات دارن. اینا از مشکلاتشون همیشه به ما گفتن و جزی که ما برشان دعا کنیم و یا که یک کدام ایمیلی کدام چیزی که مربوط خود دولت شده مثل کابل بروف بود که رسمی بود، ما 1000 نفر به خودتان معلوم است که وامونو بند شد دیگه، جزی کدام را و کدام چاره ما نداریم برشان و واقعا دلم برشان بسیار زیاد درد میکنه و دلم برشان میسوزه و هیچ چیزی هم از ما از کار دست ما هیچ کاری هم بر نمیاد چون که خدا هم روشون کمک کنه. بسیار عالی. دوستان نهایت گرامی، نگفته نمونه که آقای صادق همیشه دفتر میاین همراه ما صحبت میکنن، همراه همکاران ما که در بخش های مختلف فعالیت دارن صحبت میکنن، بخش های قضایی و غیره، همیشه بپرسن که چه راه حل وجود داره برای همکاران ما، کسایی که در افغانستان گیر کردن یا گیر موندن و کسایی که جانشان در خطره که کشور آلمان بتونه برای از اونها کمک بکنه. خب ما همیشه پیگیر پرونده ها هستیم، همیشه کوشش میکنیم تا برای هموطنان خوب بتونیم یک راه حل بهتری و این که کسایی که جانشان در خطره بتونیم هرچی سریعتر اونها رو نجات بدیم. ولی خب نگفتن نمونه که میدانیم ازدحام پرونده ها خیلی زیاد میباشه، عزیزانی که درخواست دادن خیلی زیاد میباشه و مشکلات خاص خود در هر زمینه و در هر رشته وجود داره. دیگه نهایت گرامی، طبقی که میبینیم آقای صادق بسیار خودشان رو به زحمت ساختن، غذا تهیه کردن به خصوص غذای وطنی و نا گفته نمونه که قبولی وطنی با ماس وطنی که خود همسر عزیز اینا تهیه میکنن در خانه. قربان دستشان، تشکر از شما، راضی به زحمت شما نبودیم، بازم ممنون از شما که زحمت. نوش جان پم خواهش میکنم، صفا وردن جا داره که آدم باید بگم ماس گفتن واقعا ماس وطنی که ما شیش از دامداری میاریم، اما چیز بیو تازه و نوش جانتان خدا کنه که همه لذیذ داشته باشه و شما استفاده کنید. تشکر از شما، جای شما دوستان عزیز خالی و همچنین متاسفانه در نزد ما نیستیم که همراه ما شریک باشیم، ولی خب طبقی که ببینیم یک طعام بسیار عالی و ای که ما کوشش میکنیم همیشه با همه شما عزیزان در مهمان خانه شما در هر زمینه و در هر عرصه باشیم دوستان.
بینندگان نایرد گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. تشکر از شما که همراه ما طالب بودیم و در آخرم اگر آقای صادق عزیز گفتنی داشته باشم، صحبتی داشته باشم برای بینندگان نایرد عزیز، خوشحال میشیم. آقای صادق گرامی، در آخر برنامه تشکر از برنامه‌ریزی گرم شما و همچنین تشکر از شما که ما دعوت کردید. اگر در آخر برنامه کدام گفتنی به همشهریان و دوستان و عزیزان داشته باشیم، خوشحال میشیم. خب ما یک دو نکته بسیار کوچک میخوایم اشاره کنم به خاطر که همشهری عزیز ما که ایجا مدن الحمدلله خودشان عقل بالغ داناستان، همه چیز میفهمن. بازم یک دو نکته بسیار اساس، کوشش کنین درس بخونین، کوشش کنین خدا به یک جای برسانین. زمینه رسیدن به همه کار است، هر کاری میتونین بکنین، در ایجای تنیس که امکان نداشته باشه. و ما برای همشهری های عزیز آرزوی موفقیت میکنم. دیگر کدام گپ خاص باشم ندارم، همیشه خوش موفق باشم. ممنون از شما، تشکر از شما، تشکر از شما بینندگان نهایت گرامی، تشکر که تا حالا همراه ما بودیم و امیدواریم که در آینده هم همراه ما باشیم. ممنون از شما.